بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، خرسند است که بار دیگر خدمت بینندهای بزرگوار قرار داریم و از مهمترین بحث عقیدتی و جهان بینی اسلامی بحث داریم که همانا ایمان و باور داشتن به فرشتگان و جنیات یا پریان می باشد. ایمان و اعتقاد به وجود فرشتگان یکی از خواسته های ایمان هست و از خواسته های و اصول اعتقادی اسلام می باشد. و می خاطر ایمان انسان تا زمان تکمیل نمیشه تا که باور درست بالای فرشتگان و عالم غیب نداشته باشد. به خاطر از همین است که قرآن کریم و رسول اکرم صلی الله علیه و سنت مطهرش بحثای تفصیلی از وجودشان، از توانمندیهایشان، از وظائفشان، از مکلفیتشان بحث کردن و بشریت را، انسانیت را در معلومات قرار دادن. قرآن و سنت بدین جهت پیروان فرشتگان به طور مفصل صحبت کرده که انسان بدون وحی نمیتواند که این موجود عظیمی را درک بکنه و بدون معلومات وحی الهی و همکاری خداوند متعال انسانها در شناخت خیلی از حقایق عاجز میماند و توانمندی شناختش را نمی داشته باشد. همچنین اگر انسانها همه چیز را ببینند و همه چیز را بشنوند، شاید توان شنیدن و دیدن از او را نداشته باشند و همچنان عالم فرشتگان هم از همه هست و بود جهان هستی ما در اطلاع نیستن جز در همان نکاتی که الله متعال اونها رو مکلف ساختن و خداوند متعال از اونها تعبیرهای زیبایی فرمودن که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. اونها از فرمان الهی سرپیچی نمی کنن و چیزی را انجام می دهن که بر اونها گفته میشه. به می اساس فرشتگان و بحث از فرشتگان از علوم اساسی عقیدتی است که باید انسان ها باور داشته باشن و الله متعال همانا چیزی که به اونها ارشاد فرمودن، امر فرمودن و انسان به او باور داشته باشه. حقایقی که در قرآن و سنت بیان شدن ایمان و اعتقاد ما را نسبت به خدایی خداوند متعال و معبود لایزال استوارتر و دقیق تر می سازد. ما را به همان سیستمی که خداوند متعال خلق کرده و چگونگی اداریش را لطف فرموده با ما آشنا می سازن. ارتباط ما با فرشتگان از لحاظ تکوینی و مراقبت و نگهبانی بیانگر اهمیت ازی هست که انسان از هیچ پوچ خلق نشده. انسان خیلی موجود ارزشمند است که خداوند متعال حتی در خلقت انسان ها، در پیشبرد کار انسان ها، در محافظت از مصیبت ها و رهنمایی ها در کار خیر اونها را همراهی و همکاری میکنن. انشاءالله بحثی که ما شما دنبال خواهد کردیم از ویژگی های فیزیکی و مسائل مربوط به ملائک و فرشتگان صحبت خواهد شد. همچنین از ویژگی های اخلاقی فرشتگان صحبت میکنیم و همچنین در قدرت و توانایی ذاتی فرشتگان صحبت خواهد شد و نقش در قبال انسان روشن خواهد شد و فرشتگان و مؤمنان چی رابطی به هم دیگر دارن و کارهای مورد پسند فرشتگان که به انجام دهندگانش دعا میکنن چیست و در اخیر بحث از جن یا پری چی گونه موجودی اند و حکمت آفرینشش در این کائنات بزرگ چی خواهد بود. این بحث های خلاصی است که انشاءالله در خلال دقایق یا بحث خواهد شد. نخستین بحثی که ما داریم ویژگی فیزیکی و مسائل مربوط به فرشتگان است. فرشتگان از نور آفریده شدند، همان گونه که حضرت عایشه رضی الله عنها از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت میکنند که فرمودند فرشتگان از نور آفریده شدند.
جنها از آتش و آدم از چیزی که برای شما توصیف شد. البته رسول خدا صلی الله علیه و آله نوعیت نور را بحث نکرده و در هیچ جای از احادیث گرانبهای رسول اکرم صلی الله علیه و آله از نوعیت نور صحبت نشده، بنان از این بیشتر صحبت کردن و تعمق کردن در این قضیه مناسب نخواهد بود. زمان خلقت فرشتگان چی وقت بوده و ما نمیدانیم که فرشتگان چی زمان آفریده شدند، زیرا قرآن کریم و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سنت مطهرش از آغاز خلقت اونها حرفی نگفتند. صرف امین قدر باور داریم که قبل از انسانها خلق شدند و به خاطر که الله متعال در قبل از خلقت آدم به جنیات گفتند که و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین جانشینی قرار میدهم و هدف از جانشین همان آدم علیه السلام بوده. با ما باشین، بحث را تکمیل خواهیم کرد. بازم خوش آمدین. الله متعال زمانی که آدم علیه السلام را خلق می کرد لقب خیلی زیبایی را به او ارزانی فرمود که جانشین خدا باشد. آن چیزی که خداوند متعال در روی زمین برای بشریت، برای انسانها و در کائنات میخواهد از انسان هاست. قبل از انسانها جنیات هم در روی زمین بودن که در خیلی بحث روی زمین بحث خواد کردیم، ولی این زمین رو آباد نکردن. آن چیزی که خداوند متعال خواسته بود به فرامینی که لازم بود اونها جز از آمان توانمندی های عبادتی پیشتر رفته نتانستن. به می خاطر الله متعال زمانی که آدم علیه السلام را خلق کرد به ملائک گفتن که فإذا سویته و نفخته فیه من روحی فقعوا له ساجدین، زمانی که انسان را درست کردم، چارچوکاتش را تکمیل کردم، دو روح را دماندم، باز سجده احترام را به او بگذارد. دومین نکته که در ویژگی های فیزیکی آنها صحبت میشه است که فرشتگان از قدرت بزرگ و هیئت های و هیکل های متفاوت و مهیب برخوردار هستند. خداوند متعال در مورد فرشتگان مأمور آتش دوزخ چنین فرمودند: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای مؤمنان خود را و خانواده خود را و مربوطین خیش را از آتش دوزخ نجات دهید. وقودها الناس والحجاره، که درگیران و سوخت مواد سوخت آنها انسانها و سنگها هستند. علیها ملائکه غلاظ، مقررینشان و نگهبانانشان و کارکنانشان ملائک خیلی نیرومند و تنومند هستند، شداد خیلی اقویا و نیرومند هستند. لا یعصون الله ما امرهم، هرگز از فرمان الهی سرپیچی نمی کنند. و یفعلون ما یؤمرون، هرچی به اونها فرمان داده میشه انجام میدهند. درشت اندام بودن جبریل را در یکی از احادیثی که امام احمد در مسند خیش روایت میکند، از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جبریل امیر به شکل و صورت واقعیش دید که دارای 600 بال بود که هر یک از بالهایش افق آسمان را پوشانیده بود و از بالش چیزهای با رنگهای مختلف از قبیل یاقوت و مروارید می افتید. ابن کثیر فرموده است که سند این حدیث نهایت زیباست. و در صحیح مسلم روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره جبرئیل فرمود: رأیته منهبتا من السماء سادا عظم خلقه ما بین السماء الى الارض، من روز جبرئیل امین را دیدم که از آسمان فرود می آمد و کلان بودن و جسه از او به حدی بود که ما بین آسمان و زمین را پر کرده بود. الله متعال در مورد هیکل و جسم فیزیکی ملائک گاهی توصیف میکنه، گاهی از عظمت اونها صحبت میکنه که در سوره تکویر میفرماید: انه لقول رسول کریم، این قرآن کریم آن پیام است که توسط فرستاده خیلی معززی به شما فرستاده شده، ذی قوت عند ذی العرش مکین، نیرومند هست و با نزد الله متعال خیلی قدرتمند است که خدا برش توانمندی های زیاد ارزانی فرموده. همچنین تبرانی در معجم خودش با سند سی از انس ابن مالک رضی الله عنه روایت میکنه که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودن: به من اجازه داده شد تا در مورد فرشته از حامل عرش سخن بگویم.
دو پایش در پایین ترین قسمت زمین و عرش بر روی شاخش قرار دارد و فاصله میان نرمه گوش و شانهش به اندازه مسافت 700 سال راهی که پرنده تیز آن را پیموده می تواند و در آن درمانده خواهد شد و نتوان خواهد شد، این فرشته ای فاصله را می دارد، می داشته باش. خدا را تسبیح می گوید و پروردگار هر جا که باشی پاک و منزه هستی ای صحبتشان خواهد بود. به همین خاطر از عظمت فیزیکی اینها که صحبت میشه، ویژگی های فیزیکی هم می داشته باشند که بالهای فرشتگان از بحث های دیگری است که بر اساس پایه های قرآن کریم و مستندات احادیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از فرشتگان بالهای زیادی روایت شده است. یعنی دو بال، برخی ها سه بال، برخی ها چهار بال، برخی ها بیشتر از اون. الله متعال می فرمد الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان الله على كل شيء قدیر. یعنی ستایش الله متعال است که خالق آسمان ها و زمین هست و در آنها ملائکه نیرومند را توضیح فرموده که دارای بالهای دوگانه و سیگانه و چارگانه و بیشتر از او هم می باشد و هرچی خداوند متعال بخواهند به او توانمند و قادر هست. فرشتگان ملول و خسته نمی شوند. فرشتگان به عبادت و اطاعت الله متعال عشق می ورزند و اجرای امر خداوند را با خیلی دلچسپی انجام می دهند، بدون که احساس خستگی بکنن مانند انسان ها که هرگز خسته نمیشن. محل سکونت فرشتگان در آسمان هاست و در زمین حسب مأموریت پایین میشن. آسمان ناله ای کرد و مستحقش که ناله بکنن. ما فیها موضع قدم الا و فیه ملک ساجد او راکعون. مانند بندازه یک پل پا جایی نیست مگر یک ملائک دوی سجده کنان و رکوع کنان و به عبادت خدا مشغول هستن. و تعداد فرشتگان به حد زیاد است که آمار دقیق آن را جز الله متعال کسی دیگری نمی فهمد و با ما اطلاع دقیقی هم داده نشده. و نامه های فرشتگان، هر کدام از فرشتگان نامه مخصوصی دارند که به او به اساس مکلفیتشان الله متعال را نامگذاری کردن و نامه های مشخصی برشان گذاشتن. آیا فرشتگان می میرند؟ فرشتگان همانند انسان ها و جن ها می میرند. این مطلب با صراحت در قرآن کریم اشاره شده که می فرمون نفخ فی الصور فصاعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فی اخرى فاذا هم قیام ينظرون. یعنی در سور دمیده شد و تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند می میرند، مگر کسانی که خداوند متعال بخواهد از آنان تا زمانی که دیگری سپس بار دیگر در آن دمیده می شود با ناگاه همگی جان می گیرند و به پا می خیزند و می دیگرند. آیه فوق شامل فرشتگان نیز هستند که چون فرشتگان در آسمان ها هست. ابن کثیر در تفسیر آیه فوق می فرماید که این دمیدن دمیدن دوم است که دم همان ساق است که با دمیدن آن همه موجودات زنده زمین و آسمان ها می میرند که نفخ سوری اول گفته میشه. با نفخ سوری دوم همه اینها بار دیگر زنده میشن و با پا می خیزن و قیامت و حساب و کتاب آغاز میشن و سیستم فعلی کاملا عوض میشن. الله متعال سیستم را قسم تنظیم فرموده که انسان ها مکلفیت خاص خود را می داشته باشند، جنیات مکلفیت خاص خود را می داشته باشند و بقیه مخلوقات که در روی زمین هست در خدمت انسان هست و ملائک فرامین الله متعال را در سرفرازی و شگوفایی فیزیکی و مادی و معنوی این کائنات مکلفند که حسب فرمان خداوند متعال دی کائنات بچرخند و فرامین الهی را بیاورند و تعامل بکنند. به همین خاطر است که ملائک هم مخلوق است و در خالقیت با خدا هیچ شریکی نیست، مخلوق مطلق هستند. و از مجموع بحثی که ما داشتیم، ملائک موجود نوری است که به امر الله متعال خلق شده، دارای اشکال مختلفی هستند و نیرومند و توانمند هستند، بالهای زیاده دارند، سرعتشان ما فوق تخمین به امر خداوند متعال به جایی که بخواهند میرسند و دارای مکلفیت مخصوصی هست که در هر کاری که بتکلیم مکلف شدن هرگز سرپیچی نخواهند کرد و اونها آن کار را انجام خواهند داد. الله متعال هم ما شما را توفیق
شناخت همه مخلوقات خداوند را نصیب بکنن. الله متعال در ایمان ما بیافزاید و ایمان قوی را نصیب همه ما شما بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله.